سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز و گرامی، باز هم با یک کلیپ آموزشی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. خب همونطور که مشاهده کردید، پیدا کردن گنج در خانه های قدیمی خیلی جالبه و دفینه با ارزشی داره، و اینکه فرد ثروتمند بوده یا فرد فقیر بوده، اینها کاملا فاکتورهای خیلی مهمی هستن که آدم باید اینا رو بدونه. خب تو خانه های قدیمی چند تا فاکتور خیلی با ارزش و مهمی وجود داره که من براتون شرح میدم. خب در خانه های قدیمی بافت خانه کاملا مشخصه که از کاهگل و اینا استفاده شده، و اینکه داخل خانه همیشه زیرزمینی وجود داشته، یه حوچه داره و یک سکویی که همیشه تو حیات، حالا طرف اونجا برای تابستون استفاده میکردن، میخوابیدن یا استراحت میکردن. خب اگه داخل همچین خونه شما رفتید و همچین خونه رو دیدید، حتما این نکات و فاکتورهای تخصصی رو حتما ببینید. یک هلال بودن سر پنجره ها و سر در، و اینکه داخل پستوهایی دارن تو همون خونه، حالت هلال مانند هستش. اینا کاملا باید بازبینی بشه، سر تاق و بالای تاق. دو، فردی که اونجا زندگی کرده، البته یکم تحقیقات میخواد که طرف مثلا اینا رو باید تجربه شو داشته باشه، یکم از گنجیابی هم بلد باشه، حالا زبان میخی، رومی، بیزانس یا این نوع زبان های باستانی یک کم و حدودی بدونه، چون اینا در اصل برای گنجیابی خیلی با ارزشن. و فاکتورها اینی که گفتم، یک هلال سر خونه ها یا سر در، این هلال ها رو حتما بازبینی بکنید. اگر خونه هایی رو دیدید که اینجوریه، یا خونه های دیگه هم هست از کاهگلی ها به این حالت نید، به حالت یکم قوسیش کمی بیشتره. این دو نوع رو شما بازبینی کنید، بالا و پایین، همین پایین در و بالای در رو حتما بازبینی بکنید. و اینکه در مورد فرد اعتقادی بوده، صاحب خانه مذهبی بوده، چطوری مثلا خداپرست بوده، مسیحی بوده، خلاصه یکم در مورد این هم اگه بدونید خیلی بیشتر به دفینه نزدیک میشه، چون این نوع آدم ها مثلا از روی اگه آدم اعتقادی بوده، با مثلا خداپرستی بوده، از روی اعتقادات خودش دفینه خودش رو چیز کرده، پنهان کرده. و اینکه اگه داخل خونه به قبر رسیدید، قبر داخلش بود، حتما حتما رو قبر وایسید و 180 درجه کاملا دور تا دور نشانه یا کف زمین یا سقف خونه حتما بازبینی بشه، حالا چون از اشاراتی یا نشانه های طرف استفاده کرده که دفینه خودش رو پنهان کرده، چون شاید خواسته مثلا برگرده یا از اونجا بره که زمانی بتونه از روی این نشانه ها گنج خودش رو پیدا کنه. خب سوم اینه که داخل حیات همیشه یک سکوی هست و یه حوضچه. بدونید سکوهایی که داخل حیات هستن جایی بوده که همیشه طرف می اومده اونجا می شسته و استراحت می کرده، این دور از چشمه، مثلا حالا راهزن بوده یا دزد بوده یا حتی کسی که زیاد میاد و می رفته، اونجا جایی بوده که خیلی کم از آدم ها به اون شک کرده باشن. خب این نوع نشانه ای که رو سکوها هست تو خانه های قدیمی، خب این فاکتورها رو حتما در نظر بگیرید. نقطه اصلی گنج اینه که این نشانه ها حداقل 4-5 تا نشانه تو این خانه های قدیمی هست، این رو حتما در نظر بگیرید، چون هر کدام از این نشانه ها تفسیر و مفهوم خاص خودش رو داره. و من بیشتر تو مناطق ایران فقط از یک نشانه
دیدم تو این خانه های قدیمی الی 7-8 تا من دیدم، فقط یه نشانه داشتند که اونا هم دفینه هاشون رو در آوردن و این نشانه من براتون میذارم، این نوع نشانه است. اگه به همچین نشانه ای برخورد کردید تو خانه های قدیمی، این رو نشان از یک دفینه با ارزشی هست، پس حتما اینا رو در نظر بگیرید. و فاکتورهایی که من بهتون گفتم، یک هلال بودن سر درهای خونه و اینکه یک سکو داخل حیاط و چون رو سکو چند تا نشانه از اون استفاده کرده برای دفینه، جاهایی که از این نشانه استفاده شده به فاصله 1.5 تا 2 متر حفاری انجام میدن، چون این نشانه ها داخل خونه ها مثلا، این رو در نظر بگیرید. اگه قبرم بود که با ارزش مال فرد ثروتمندی بوده که داخل همون اتاق پذیرایی دفن شده، و اگه فرد فقیری باشه داخل حیات هست، و این فاکتورها رو در نظر بگیرید. ممنونم از اینکه با من همراه بودید. حتما حتما ویدیو رو لایک کنید، نشر بدید و تا اینکه بیشتر برای شما دیده بشید. ممنون و سپاسگزارم.